سومین نشست از برنامه سند چشمانداز رو داریم برگزار میکنیم. بخش سومش هستش. در دو بخش قبلی در مورد توسعه و مسیر توسعه صحبت کردیم، اینکه ایران در مسیر توسعه چه گام هایی رو برداشته و در مقایسه با کشورهایی که همزمان با ایران در مسیر توسعه قرار داشتن در چه جایگاهی قرار داره. بحث های مطرح شد، اما نشست ما اصولا در مورد سند 20 ساله چشمانداز هستش. به همین دلیل از آقایان دکتر محمد ستاری فر و جناب آقای حجت میرزایی، دکتر حجت میرزایی دعوت کردیم که در این نشست ما رو همراهی کنن. سوال آغازین بحث رو با آقای دکتر ستاری فر شروع میکنم. آقای دکتر، اگر یادتون باشه که در برنامه‌های قبلی، در نشست‌های قبلی برخورد، ما بیشتر در مورد کلیات توسعه و مسیر توسعه صحبت کردیم و در اواخر برنامه رسیدیم به چشمانداز 20 ساله و این سوال مطرح شد. با اینکه این سند سند بسیار مهمیه و یه سند ملی هستش، چرا، چه اتفاقی افتاد که به اون سرمنزل مقصود نرسید؟ حالا این سوالیه که در طول برنامه شما میتونید بهش بپردازید، اما سوال ابتدایی اینه، بالاخره برای تدوین این سند ما نیاز به کارشناسای زیادی داریم و احتمالاً باید کارشناسای زیادی در این سند مشارکت کرده باشن و مهمتر از همه برای تصویب این سند ما نیاز داریم که نهادهای زیادی درگیر بشن و مهمتر از همه این که بالاخره سران حکومت باید این سند رو بپذیرن و امضا بکنن. آیا چنین روالی و چنین روندی در سند چشمانداز 20 ساله طی شده یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی که فرمودید، گفتید سند مهم. مهم در واقع ساختنی هست، ساخته میشه. حقیقتاً سند چشمانداز مهم هست به لحاظ اینکه گستره وسیعی در نظام حکمرانی و نظام تکنوکراسی کشور اونا ساختند. و یکی از اینکه چرا در واقع امروز شما بحث میکنید و چرایی رو مطرح میکنید، اگر این ادعایی کلان داشتم که نظام حکمرانی اونو تولید کرده، این پس چرا عمل نکرده با اون؟ من جلسه پیش نکاتی رو در واقع در جلسه مطرح شد، امروز یه مروری مختصری خواهم داشته باشم که در واقع در سال 82 به گواه تحلیلی که نظام کارشناسی و تکنوکراسی از اوضاع احوال قبل و بعد از انقلاب داشت، به این باور رسیده بود که نمیتوان با این روندی که تا الان داشتیم کشور را به توسعه یافتگی برسونیم. با این روندی که داشتیم هر روز در واقع کشور به جای اینکه پیشرفت بکنه به مراتب پایین تری در واقع سوق پیدا میکنه. ما در واقع در سال 82 نظام تکنوکراسی کشور یک الزاماتی را در مقابل رهبر و سران سقوبا قرار داد که باید به این الزامات توجه بشه. وقتی میگم الزامات، این تحلیل بوده از اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی ایران و بعد سوال و چرا. مثلا خاطرم ازش که گفتیم ما این مسائل رو داریم، این مسائل که در واقع الان چالش هست میتواند به کمک همکاری و همیاری رهبر، سران قوا و نظام تکنوکراسی حل و فصل بشه. و از این رو در واقع ما در اگر همچه که دکتر حجت میرزایی هم جلسه پیش مطرح کردن، با یه چرایی ها و نارسایی ها داشتیم از برنامه پنجم قبل از انقلاب. برنامه پنجم قبل از انقلاب ملت ایران و کشور ایرانه که در واقع خود نظام تکنوکراسی اون موقع تحلیل و داشت که باید اصلاح بشه و داشت برنامه ششم رو تنظیم میکرد. خب بالاخره اون مشکلاتی که اونا پیدا کردن باید حل میشد، انقلاب شد. هر انقلابی که میاد در واقع مسائل نوینی رو هم رو خوش میاره. ما در واقع هم باشته مسائل بیشتر پیدا کردیم. هر جنگی که پیش بیاد
در واقع مسئول را 10 چندان میکنه، خیلی بیشتر شد و از عمق بیشتری در عصر اقتصاد اجتماعی فرهنگی سیاسی برخوردار کرد. بعدن اگر در واقع کشور ما بستر خرد و عقلانیت لازم میرسید، پس از جنگ با در واقع یک اصلاحات ساختاری و تعدیل ساختاری انجام میداد. متاسفانه تعدیل ساختاری که انجام شد با روی کرده ابزاری بهش نگاه شد، یعنی گفتن آقا اگر ارز پایین و بالا بشه میتونه در واقع به توسعه اقتصادی برسونیم، و در واقع در نگاهی که داشتن بیشتر در واقع نگاهشون توسعه اقتصادی بودنم در واقع با انباشت و ابزار ارز که به سایت در واقع مواد توجه نشد. دوباره باز در دوران اصلاحات که در واقع رسیدیم گفتن اصل اصلاحات، اصلاحات اگر بخواد بگه که آقا من این را در واقع در شأنم هست که بگیم بیا من اصلاحات، باید بدهی انباشت قبل از انقلاب و خود جنگ و در واقع را حل و فصل میکرد. بنابراین در پیش روی در واقع نظام این سوال ها قرار گرفت و پناه شد که این سوال ها را مورد حل و فصل قرار بگیرد که قبول کردن. وقتی که قبول کردن در واقع سند چشم‌انداز، چرا باز گفتیم مثلا چشم‌انداز شما جلسه پیش خیلی خوب مطرح می‌کردید که فرقش چیه اینها رو، هم در واقع باید به این چه سوالات و چالش‌های تاریخی جواب میداد، همین که گفتم با رویه‌های موجود، رویه موجود حکمرانی، رویه موجود اقتصاد اجتماعی نمیشه مثلا حل و فصل کرد، نمیشد مسئله کت خدامنشی حل کرد، نمیشد گذاشت که در واقع مسائل خورده به مسئله بزرگ تبدیل بشن و به چالش اول چالش تبدیل بشن اینها رو. بنابراین رهبری قبول کردن که این روی کرد مورد در واقع کلیت نظام حکمرانی قرار بگیره. وقتی که یک نظام قبول میکنه که پا بذاره در چشم انداز، یعنی این که من خودم دارم پارادایم شیفت رو انجام میدم، یعنی خودم در واقع صندلیش هستم با کمترین هزینه اما با خرد بیشتر خواهم عصر رو اصلاح بکنم، عصر اقتصاد اجتماعی رو اصلاح بکنم. این بود که در واقع چشم‌انداز یک الزام بود، یک سلیقه نبود، چون بعضی از دوستان گفتند که خب یه تعدادی سلیقه بود، نه یک الزام بود. این الزام ها در واقع رهبری و سران قوا قبول کردن و نظام تکنوکراسی هم با جان و همه جانبه و فکر و اندیشه خودش در واقع کمک کرد که این سند تصویب بشه. اما در کنار اینها سند چشم‌انداز یه پیام دیگه هم داشت، پیام مثبت بر نظام حکمرانی. هر کجا در واقع مثلا چشم‌انداز تهیه میکنن؟ شرکت ها و کشورها وقتی سند چشم‌انداز تهیه میکنن، یعنی اینکه ما هستیم، الان هستیم، توان ظرفیت سازی داریم، توان اصلاح داریم، تا 20 سال دیگه هم هستیم. اون خوش خیلی حرف مهمی هست. بنابراین به قول مولا علی علیه السلام که میفرمایند هلاک شد آن که ادعا کرد. وقتی یک کشوری میگه که من سند چشم‌انداز دارم، یعنی آماده گیدم که چیه در طی 20 سال دائم خودم رو اصلاح کنم، اجاز کنم و در واقع پیشرفت و توسعه بر کشور هموار بکنم. این الزام بود که من در واقع جلسه در واقع پیش خدمتون مطرح کردم. بعدم یه بحثی که در واقع بود در نظام تکنوکراسی ما، کاری که در واقع از قبل از انقلاب کرده بود تا سال 82، حالا عصر اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ها کار کرده بود، یه جمع‌بندی بود که آقا توسعه ایران یه علت نداره، علت مختلف داره، علت در عصر اقتصادی شان فرهنگی سیاسی داره، اینکه کدوم مهم هستش در واقع چیه پذیرفته نیست. ببینید این بحث چون در واقع تا که میگیم توسعه 4 تا پایه داره، میشه پایه اقتصادی، اجتماعی، تو اجتماعی سیاسی همون جا هستش، نارا فرهنگی و زیست محیطی. این 4 تا باید در واقع موزون با هم پایین و بالا بشن تا بتونن امر توسعه رو انجام بدن. این 4 تا دائما هم به دبستان دارن. میشه در هر مقطعی یکی از این 4 تا را از وزن بیشتری برخوردار کرد. یه ما مثلا اقتصادی است، یه ما اجتماعی و سیاسیه. اما اینکه در کشور میگن که آقاشون دولت مثلا جناب آقای هاشمی رفسنجانی اقتصادی بود، آقای مثلا خاتمی هم سیاسی بود، اینها ما تو ادبیات اقتصادی و تو علم و خرد اینا نداریم. به هر حال در واقع این علل جمع شد،
من میخوام یه نکته مهم بگم که بعدا دکتر میرزایی عزیزم بحث باز بکنه. علل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی در اومد که من بعدا عناوین گزارشم بهتون میگم، بیش از 1000 صفحه سند و پاورپوینت در حوزه رهبری و مجمع تشکیل کرده مصلحت و دولت مطرح بوده. خود ما ها یه جنبندی داشتیم که آقا اگه از ما میپرسیدن که خب بنمایه اصلی عقب افتادگی ما یکی چرا کار آمد کار نمیکنیم چیه؟ در واقع نظر نظام تکنوکراسی بود که کیفیت حکمرانی ما خوب نیست. مهمترین در واقع دلیلی که چرا چشم انداز شد این بود که اصلاح نظام حکمرانی را این سنه چشم انداز به ما یک الزام پیش روی خودش قرار داد. میخوان آقای دکتر در مورد سند ملی یک برنامه ریزی طولانی مدت برای یک کشوره. قاعدتا خب اینجوری هم که آقای دکتر صدرالفن میفرمایند به امضا و به اصطلاح تصویب چهره های مهم کشور هم رسیده و دخیل بودن در تصویب و تدوین این سند. نشست قبلی شما در مورد در واقع نیروهایی گفتید که به یه شکلی راندخارن و در بین هستن که منافع خودشون رو دنبال میکنن. چرا این چهره ها در عملیاتی نشدن سند چشم انداز نقش داشتن یا اصلا نقشی نداشتن؟ اگر دکتر میرزایی راجب این جمع‌بندی نظام تکنوکراسی که مشکل را در واقع نظام حکمرانی میدونن، ببینید این اصخایی کردم از شما، چون قبل از انقلابم هم در برنامه پنجم همین به اینجا رسیدم که نظام حکمرانی ما باید اصلاح بشه. حالا اصلاح بحثه در واقع که آدم سلطنتی باشد جمهوری باشد این نیست، یعنی ما به کیفیت نظام حکمرانی. اگر اجازه بدین که دکتر میرزایی هم راجع به اون جمع‌بندی قبل از انقلاب که شد برنامه ششم بر سند چشم انداز که الان دست گذاشته که مهمترین مشکل نظام حکمرانی ما هست نکات بفرمایید، خیلی ممنون شدم. ببخشید عذرخواهی می‌کنم آقا. حالا می‌تونید هر دو تا سوال جواب بدید. ببینید من سعی می‌کنم پاسخ بدم که هر دو فرمایش دوستان در بر بگیرید. یکم برگردیم به ظرف زمانی بعد از تدوین سند چشم انداز، یعنی بعد از آنی که این سند تدوین شد و به امضا رسید و ابلاغ شد و در واقع کل حاکمیت اینو سند خودش می‌دونست، اما دو سال بعدش یه تغییری رخ داده و دولت عوض شد، دولتی که به شدت مبانی و پایگاه ایدئولوژیک داره و ایدئولوژی رو جایگزین علم و دانش بشری و تجربه تکنوکراسی انباشته ملی میدونه قرار داده. و دومین تغییر مهم جهش بی سابقه درآمد نفتی، همون اتفاقی در دهه 50 رخ داد باز تکرار میشه، اما این بار در یک دولت کاملا ایدئولوژیک. درست در حالی که دنیا به یک رهیافتی و برداشت جدیدی در مدیریت توسعه رسیده، ما یه عقبگرد خیلی عجیبی به چند دهه پیش از اون داشتیم. آنچه که در دنیا رخ داده بود این بود که بعد از 6.5 یا 7 دهه نظام‌های مدیریت توسعه دولتگرا و بازارگرا، ارزیابی و جنبندی اندیشمندان توسعه این بود که توسعه محصول بهبود حکمرواییه، یعنی نه دولت و نه بازار، این دوتا نمیتونن به تنهایی توسعه رو رقم بزنه و اساساً دوگانه دولت بازار یه دوگانه اقواگرانه است. معیار برای سنجش توانایی دولت هم مقیاس یا سایز یا اندازه دولت نیست، بلکه ساختار و کارکرد دولت یا توانمندی دولت در پیشبرد پروژه توسعه است، توانمندی دولت در طراحی و اجرای سیاست‌های توسعه است. خب ببینید این یه پیشرفت بزرگ بود و یه انبوهی از نظریه‌ها با شواهد تجربی انتشار پیدا کرد که تا به امروز هم با اصلاح و تکامل و بهبود ادامه پیدا کرده. حرف اصلی این بود
که اولا این دوگانه غلطیه. به جای دولت و بازار، واقعیت نظام اقتصادی اجتماعی دولت، بازار و جامعه مدنی، یا به تعبیر پولانی سیاست، اقتصاد و اجتماع. و دوم این که به جای اندازه دولت، تمرکز اون بر ساختار و کارکرد دولت باید باشه. و از این روی یک تمرکز بسیار جدی توی دنیا بر بهبود حکمروایی یا نظام تدبیر به تعبیر آقای دکتر مردوخی شکل گرفت و تعداد بسیار زیادی از اندیشمندانی که میشناسیم مثل نورس، استیگلیتز، عجم‌اغلو، فوکویاما، تمرکزشون روی همین مفهوم بود که چطور میشه با تغییرات نهادی یا با انباشت دانایی، با بهبود حکمروایی یا با سامان سیاسی یا بهبود نظام بوروکراتیک توان منسازی دولت میشه توسعه رو رقم زد. همه اینا یه مفهوم داشت البته، ولی با زبانهای مختلف بیان میشد. درست در این شرایط که دنیا یک تحول و یک پیشرفت خیلی جدی در نظریه توسعه پیدا کرده بود، ما یک عقبگرد خیلی عجیب داشتیم و تصور میکردیم که با تزریق این منابع جدید نفتی توی اقتصاد میتونیم به تحولات جدید دامن بزنیم، اگر تحول جدیدی مد نظر بود، که البته اساساً توی این دوره متأثر از اون ایدئولوژی حتی در ذهنیت و زبان هم یک پرده جدید ضد توسعه شکل گرفت و مفهوم پیشرفت جایگزین مفهوم توسعه شد. یعنی مفهوم توسعه ای که باز محصول 7 یا 8 دهه اندیشه ورزی بشر بوده، ابعاد و اضلاع و معیارها و شاخصها و معرفها و روش های اندازه‌گیری اون مشخص شده و دنیا به یک وفاقی برای سنجش اون دست پیدا کرده و اصول کلی دستیابی به توسعه هم مشخص شده. ما برگشت کردیم به یک مفهومی که متعلق به قرن 18 بوده و گفتمان مسلط اون زمان رو با مبانی معرفتی خودش در بر داشته و در سیاست هم به یک نگاه کاملا مکانیکال، ماشینی و تقلیلگرا با حاکمیت چارچوب‌ها و هدف‌های ایدئولوژیک برگشت پیدا کرد. و این آسیب خیلی خیلی بزرگی بود که در این دوره به مسیر توسعه وارد شد. یعنی در دوره‌ای که آنچه که مسیر رو تعیین می‌کرد ایدئولوژی بود و دوم این که مفهوم کمیابی، مفهوم گمنام و مقفولی بود. فکر می‌کردند که با این حجم عظیم منابع نفتی که در دهه 1380 در اختیار دولت قرار گرفته یا در دهه 2000 و قیمت نفت به 100 تا 120 دلار افزایش پیدا کرد، در یه دوره‌ای که کل درآمد نفتی ما به حدود 850 میلیارد دلار رسید، اساساً کمیابی معنایی نداشت و از این جهت نه برنامه بلند مدت بلکه حتی برنامه های میان مدت 5 ساله موضوعیت نداشت. ببینید یک مبنای پذیرفته شده یه تجربی و معرفتی وجود داره که آنچه که نافذ است سیاست کوتاه مدته. درسته که چشمنداز و مسیر بلند مدت رو اون سند چشمنداز 20 ساله نشون میده، اما آنچه که نافذتر از اونه برنامه 5 سال است. اما آنچه که نافذتر از برنامه 5 سال است بودجه سالیانه است. برای اینکه بودجه سالیانه است که به منزلی شب قدر سرنوشت ساز برای مدیران و بوروکرات های دولتی به شمار میره و دامنه اقتدار و حوزه نفوذ اونها رو مشخص میکنه. برای همین بود که رسما برنامه 5 ساله کنار گذاشته شد و هیچ ابایی هم نداشتن که بگم ما این برنامه رو اجرا نمی کنیم و سند چشمنداز 20 ساله هم به حاشیه رفت. تمام تمرکز روی بودجه سالیانه و هزینه کردن این منابع بادآوردی نفتی قرار گرفت، تا جایی که تقریبا در تمام این سالها بدون استثناء اصلاحیه‌های بودجه و در 3 یا 4 سال از این سالها متمم بودجه رو، یعنی سقف بودجه مصوبی که در ابتدای سال تصویب شده بود، افزایش پیدا کرد و تقریبا تمام سیاست‌هایی که در اون دوره اجرا شد معطوف به آتش زدن به این منابع نفتی جدید بود، به دلارهای نفتی جدید مثل آزادسازی واردات.
در حجم انبوهی واردات کالاهای ساخته شده مصرفی صورت گرفت و در واقع میشه گفت که آشکارترین تجلی بیماری هلندی رو در این دوره میشه در اقتصاد ایران دید. با اجرای سیاست مسکن مهر و تزریق چیزی حدود 50,000 میلیارد تومان منابع بانک مرکزی یا پول پرقدرت که تورم رو در همون سالها در سال پایانی دولت دهم به چیزی حدود 35% رسوند، با سیاست حمایت از بنگاه‌های زودبازده که تقریبا همه استان‌ها رو به قبرستان‌های پروژه‌های ناتمام تبدیل کرد و یه انحراف عظیمی از منابع مالی ریالی و ارزی به سمت بازارهای دلالی در کلان شهرها یا ساخت و ساز توی کلان شهرها سوق داد. در واقع با یک نگاه بسیار بسیار محدود مکانیکال و کنار زدن تمام دانش انباشته بشری در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری برای توسعه و همینطور با حاکمیت یک اندیشه کاملا ایدئولوژیک عملا نیازی دیگه به برنامه نبود. عرض کردم نه برنامه بلند مدت 20 ساله بلکه حتی برنامه 5 ساله دیگه موضوعیتی نداشت. مهم این بود که ما چطور میتونیم این منابع بادآورده رو تزریق کنیم و از نظر اونها یه رفاه بزرگ ایجاد بکنیم، یا به تعبیری این منابع رو سر سفره مردم بیاریم و آنچه که پشت پرده وجود داشت یک اقتصاد سیاسی نهفته بود برای شکل‌گیری یک طبقه جدید حامی برای این ایدئولوژی حاکم و عملا هم این شکل گرفت. یعنی در کنار منابع ارزی عظیمی که به گروه‌های خاصی داده شد، در کنار مجوزهای واردات، مجوزهای ساخت و ساز، مجوزهای تأسیس بنگاه‌های اقتصادی، در کنار وام‌های ارزان قیمت زودبازده، در کنار واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی که در این دوره رخ داد، در عمل یک مسیر نهفته اما قابل ارزیابی و قابل مشاهده برای شکل‌گیری یک طبقه ثروتمند حامی و متأثر از اون ایدئولوژی وجود داشت و این اتفاق افتاد. در چنین شرایطی طبیعی است که این منافع کوتاه مدت در پرتو اون اندیشه ایدئولوژیک بر همه چیز غلبه پیدا میکنه. اساساً سند سیاست، سند چشم‌اندازی 20 سال دیگه موضوعیتی نداره. واقعیت اینه که بشر در تنگناست که راه‌های جدید پیدا میکنه. بشر در حس آشفتگی و ناتوانی است که سعی میکنه راهی پیدا بکنه. اما وقتی که دوچار توهمه و فکر میکنه که در سایه و با کمک منابع بادآوردی عظیمی که توی جیبشه هر مانعی رو میتونه از جلوی راه برداره، دیگه نیاز به برنامه نداره. ما با چنین شرایطی مواجه شدیم و من فکر میکنم، یعنی الان وقتی نگاه میکنیم ببینیم که یه مسیر عقلانی که بعد از مثلا از دهه 50 تا دهه 70 غایب بود، دوباره به اقتصاد ایران برگشته بود. یک فضای مشارکت عمومی، همدلی، یک فضای همزیستی در منطقه و در سطح جهانی و یه عقلانیت در نظام تصمیم گیری شکل گرفت. این سه تا، یعنی همزیستی خارج از مرزها، مشارکت فراگیر در درون مرزهای بین دولت و مردم که با رأی بسیار بالای مردم به دولت خاتمی خودشون نشون داد، و همینطور با یه عقلانیتی که در جای جای این سیاست ها میشه دید، نتیجهش این بود که ما یک دوری درخشان عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب رو تونستیم رقم بزنیم. اما این کاملا طبیعیه که برای دو گروه قابل تحمل نبود. یک گروهی که دنبال تحولات بسیار بسیار سریع بودند و شعار عبور از خاتمی، عبور از اصلاحات میدادن، و یک گروهی که به هیچ وجه تمایل نداشتن که موفقیتی به نام رویه های دموکراتیک و مشارکت طلبانه ثبت بشه. و من فکر میکنم هر دوتا لحظه شماری میکردن که این دوره تمام بشه، و نه فقط این دوره بلکه هر آنچه که دستاورد این دوره با تمام بشه. کما اینکه وقتی
دوره عوض شد، هر دو گروه به گونه ای با یک جشن و هلهله‌ای که دوران جدید فرا رسیده و من فکر می‌کنم اون قلیان مجدد درآمدهای نفتی هم کمک کرد به این که تمام اون دستاوردهایی که در اون 8 سال شکل گرفته بود همه برباد بره و ما یک عقب‌گرد خیلی خیلی عجیبی رو تجربه کنیم. من ببخشید بفهم سوال جدید نکنی میخوام توضیح دارم بدم. دکتر میرزایی هم پرداختن به قبل از سند چشم‌انداز و هم رفتن به طرف عمل کرد تا سال رواقت گزاره مهم تو بیانشون بود. یکی گفتن حکم روایی. ببینید خواستم نه برای در واقع نه که برای الان اونو که ببینند اصلا کشور ما یه حکم روایی که میگیم گاورننسه، میگیم که حکمرانی خوب گود گاورننس. این گاورننس که میگیم سه تا در واقع سه تا محور داره، یکی نظام حکمرانیه، یکی در واقع جامعه و بازار اینا هست، یه نهادهای مدنی هست. اگر به دبستان بین این سه تا خوب باشه، کلمه که به کار گرفتن میگن حکم روایی، که اگه خوب کار بکنم میگن گود گاورننس. حالا اون محور حکمرانی اون هست گاورمنت. اون گاورمنت در واقع با اون حکم روایی فرق داره، تا که اون حکم روایی مشارکت هست سه تا زیر اینا رو. حالا در کشور ما همچنین که جلسه پیشم خدمت رو عرض کردیم، اگر به این مثلث نگاه بکنیم در افق سال چشم‌انداز خوب کار نمی‌کند. حالا ممکن است نسبت به سال قبلش کم بهتر بود اینها رو. مشکل هم بازار جامعه داره، هم نهاد مدنی دارن و هم خود حکمرانی دارن. آنچه که حالا بعدا من با سند بدونش میدم مشخصا پیش سران مملکت مطرح شده برای که اینکه مثلث خوب کار بکنه و حکم روایی که اشاره کردن بتونه جواب بده و ما رو به توسعه برسونه، مشکل کجاست؟ مشکل بنیادین کجاست؟ یعنی بالاخره نهاد در واقع سیاست و سلسله مراتب اون بتونه کار بکنه. ما تا چه موقع ما حکمرانی خوب داریم که هم سیاسیون جای خودشون باشن و هم نظام تکنوکراسی کارشون کار خوشو بکنه؟ چه موقع نظام حکمرانی خوب هستش که نظام تکنوکراسی تصمیم سازی بکنه؟ حالا مشکلی که ما داریم اینه که در واقع یه نظام حکمرانیمون کیه میگیم که خب رهبره و سران قوا و ستا قوا و غیره. این که دکتر میرزایی عزیز بعدن فرمودن که در وفور نفتی ما رفتیم به ناکجا آباد، رئیس جمهور بود، اون بیشترین خطا رو داره نارا. اما نمره نظام حکمرانی ما مردود بود. سند چشم‌انداز در واقع دست زده این بود که بیاد نهادمندی سازماندهی کار بکنه. من دو بار جلسه پیش یه کلمه به کار گرفتم. دوست دارم بازم بگم که هممون مد نظر بگیریم. اگر میخوایم پیشرفت داشته باشیم، پیشرفت در جاییست که نظم و سازمان و نهادمندی و عصر آزادی با هم باشه. اگر مثلا من میدونستم الان حقا داریم که تو روش شناسی بگم شما برگردیم بقب بکست بکنه، بگم آن ریشش چی بوده؟ ریشش در اینکه در واقع نظام حکمرانی که در صدر این درست بکنیم شکست خوردیم در درست کردن اون. باز خواهی میکنم ببخشید. شما سند چشم‌انداز زمانی در واقع تدوین و تصویب میشه که پایان مجلس ششمه و نه هنوز مجلس ششم هست ولی دیگه اواخرشه دیگه. اواخر شروع برنامه بعدم مجلس ششم در واقع تموم میشه. بعد بعدم دولت آقای خاتمی هم دیگه اواخر دولت آقای خاتمی باید دولت رو در واقع به نوعی تحویل بده. آیا روی این قضیه فکر کرده بودید که ببین این مشکلات به وجود نیاد؟ آقای دکتر غلامی عزیز سوال خیلی مهمی داشتید. دغدغه آقای خاتمی هم بوده. سای خاتمی دائما من مخالفت داشت، میگفت چرا شما دارید چشم اندازه میرین جلو؟ ما دیگه دولتمون سال دیگه میره و مجلسم 5-6 ماه دیگه میره. اینها رو ببینید خوب شد که این سوالا کردیم. در دو جلسه پیش گفتیم یه الزاماتی در روی میز کل ایرانه،
الزام. بنابراین این الزام بحث این دولت، اون دولت، این مجلس و مجلس نیست. در واقع گفتیم ما به عقبیم. در واقع نظام حکمرانی ما خوب کار نکرده. ما میخوایم قانونمندی داشته باشیم. میخوایم رول بای لا باشه. ما میخوایم برای اولین بار در اصل چشم انداز بعد نظام حکمرانی قانونی داشته باشه. اون که دکتر حجت گفت که حکم روایا، گفتم چه حکومت میشه، جامعه و بازار میشه نهاد مدنی. میخوایم بین این سه تا و خود حکومت در واقع چیه قانونی کار بکنیم. اگر یک حکومتی از رهبر بقیه دیگه مطابق قانون کار کردند، ما میگیم رول بایلا حکمرانی قانونی. اگر اینا خوب کار کردن، بعدن سرایت میکنه به بازار و جامعه و نهاد مدنی، هممون قانون من کار کردیم، یعنی قانون پذیرفته، میگن رول آف لا، حاکمیت قانون. در واقع سند چشمنداز نقطه شروعش از برپایه حکمرانی قانونی، قانونه به طرف تحقق پیدا کردن حاکمیت قانونه. این در واقع است. برای ببینید در واقع در سند چشمنداز گفتم که اون الزامات داریم، میگیم ما هستیم، ما فهمیدیم که مشکل داریم، فهمیدیم که کارآمد نیستیم. اینکه فهمیدن از گذشته تا الان، میخوایم من بعد خوب باشیم، خوب کار بکنیم، میخوایم در واقع جواب بدیم با مشکلات. ببینید شما در خود بحث برنامه‌ریزی رو دکتر میرزایی بعدن بهتر از من ورود بگید، یه بحثی که میگم ما جون ایران در این چند سال اینجور رشد داشته یا قیمت‌ها اینجور رشد داشته، بعدن میگه شما پیش بینیش کدومه، تخمینت کدومه، میگم که خب سال دیگه هم تقریباً تورم 40%. اگر در واقع من بیام حقایق از قبل تا امروز رو بگیرم، بگم این حقایق سال دیگه هم تکرار میشه، به میگن در واقع تخمینا، مثلا در واقع حالا فورکاستینگ. یه بار یه که میگیم که خب الان میگین که با این تورم، با این بودجه تورم میشه مثلا 40%، آیا راه های دیگه هم هست سناریو سازی میکنیم؟ به میگن آینده پژوهی، پردیکشن. در واقع یه دولت ها یکم بالاتر میان، نظام که بالاتر این داره. اما در سند چشمنداز در واقع فرقش در این بود که رفت در آینده، میگن که رهبران یک شرکت موفق، یک حکومت موفق، یک حکومت موفق رهبرانی هستن که میرن در فرداها سیر و سفر میکنن، میان فرداها را از امروز کنن به ساختن. به این میگن فرصت چشمنداز. یعنی چشمنداز در واقع چیه؟ ساخته آنچه که آینده هست از امروز کنم به ساختن. من ببخشید حالا حجت هم میدونه من اهل رسم رضا، حالا مجرم کلمه خالصو بگم، میگن که در واقع the future is now، آینده الانه. یعنی گفتیم که آقا جون ما در 20 سال میخوایم تو منطقه اول بشیم، تو فناوری اول بشیم، تو دیپ اول بشیم. چرا؟ چون این ظرفیت ها داریم، ظرفانی ها رو تو 20 سال آینده. بعدن تا که میگم آقا جون سر چشم از امضا شد شیپور میزنیم شروع، یعنی در واقع هممون اون 20 سالو بردیم اینجا، میگیم ما حرکت بکنیم. من اصحای میکنم، میخوام یه لوکیشن بگم. مثلا ما در راهنی داریم این طرف به زهرا سر چشم انداز در واقع تصمیم شده، میگه آقا جون اگه شما خواستین جلو بریم و بین قله تو چا به طرف شمال بریم، شمرون بینا رو، من در واقع با کل کار کردم و ساختار هم و سامان و نظم زاد بدم که تغییر جهت بدم از طرف به طرف به زهرا، بیام به طرف چیه شمرون و به توچا. به این میگن در واقع چیه حالا الان آوردن. ما در واقع اومدیم گفتیم خب جون چقدر ما امکانات داشتیم نتونستیم کارآمد اثر بخش باشیم. بعدن چرا نتونستیم؟ خوب گوش کنید، خیلی علت داشت. بازار خراب بود، جامعه خراب بود، حزب مثلا ضعیف داشت من را. اما سوال این بود که آقا ببخشید علت العلل کدومه؟ جنبندی بود که علت العلل حکمرانیه، یعنی گاورمنته. گفتن که اگر این گاورمنت درست بشه دیگه، متکی بر هر جا مرجا فرمان و ظرف نباشه، میتونه با حکمرانی خودش بیاد در واقع بازار و جامعه و نهاد مدنی درست بکنه و جانب قله تو حالا به اون قله ها برسه ظرف نور. این در واقع متن در واقع چشم انداز در واقع اینا در سر داشتن ها رو. شما سند چشم انداز رو در واقع تدوین میکنید و ارائه میدید، دوره‌ایه که
طرح اقتصاد بدون نفت 1400 و الگوی اسلامی پیشرفت و فقر زدایی هم با شکست روبرو شده، یعنی طرحایی که پیش از این بوده هم با شکست روبرو شده. چجوری شد که در واقع با اینکه یه گذشته درخشانی از برنامه ریزی وجود نداشته، چجوری شد که شما به این فکر افتادید که این سند میتونه راهگشا باشه؟ ببینید که عبارتی که دکتر میرزایی به کار گرفت، چون سه بار گفت حکروایی گفته اینها، من نمیخوام ما دو نفر را نقد بکنم، میخوام در واقع میخوام برای جامعه ایرانی مسئله داریم که بر به کجا تکه بکنیم که در واقع اصلاح مزرفا. ببینید در واقع دولت سازندگی گفتم که باید یه تعدیل ساختاری همه جانبه انجام میداد، از اینکه دولت کجاست، ملت کجاست، بازار کجاست، مناطق کجاست، ضعف ها نشد. در واقع اومدن گفتن که با تغییر نرخ ارز و یک خلق منبع تغییر نرخ ارز میتونیم با انجام پروژه های پراکنده و مختلف ما به توسعه اقتصادی برسونیم. ذهنشون بیشتر در واقع از توسعه که در ذهن ما هستش ذهن توسعه اقتصادی بود. به هر حال همین دولت میاد به بنبست میرسه و در واقع در سال 74 میفهمد که موفق نبوده. تا از اول بعد از جنگ در سال مسلح تا سال 74 میراجون بازار بیشتر از ذهن اون موقع هم بازار که میگفتن، یعنی بازار ناصر خسرو، بازار خیام فردوسی ها، دولا فروش ها، اینا در واقع جهت دهنده به اقتصاد هم. بعد در سال 74 که در واقع دیدن که تورم بالا و نم نرخ از هم دارمیاد بالا، اومدن گفتن تعزیرات رو بگیر به بند کرده از حرف دارن. خب رئیس سازمان برنامه قبل رفت به سازمان برنامه جدید اومد، آقای دکتر میرزاده. ایشون تا که اومدن یک گروه آوردن در سازمان برنامه که بشنن کار فکری بکنن. این گروه آدمایی که اومدن جدید، آدمایی مثلا 7-8 نفر محدود بودن، اینا در واقع ارتباط افقی و عمودی و ارگانیکی با پیکر سازمان برنامه و کل نظام تکنوکراسی نداشتن. بودن متنای تهیه کردن که شجره طیبه گفتن اسمش رو گذاشتن اونجا. بعدن خود بخش تکنوکراسی همین سازمان برنامه این گروهی شخصی شجره طیبه در میاره، اونم یه گروه دیگه 1400 در میارن، یه خود بدون نفت در میارن، یا فقر زدایی در میارن. به به از نظام این فقر زدایی، از اون شجره طیبه و الگوی در واقع پیشرفت ایران اسلامی اینها رو. اینه که در واقع چون اینا کاری که کردن با پیکر اصلا ارتباط نداشت، بلکه نشسته بودن ایده های خودشون، حالا یه تعداد توهمات خودشون ها کتاب کردن رو. مثلا مهمترین چیزی که دادن بیرون بود که مثلا کارمندا چه شکلی باید نماز بخونن، سر وقت برن کجا، از حرف نه، در واقع این بحث بود. اصلا به ریشه ها نپرداخته بودن، به چراها نپرداختن اینا رو. من نمیخوام نقد در واقع اون برنامه بکنم، اما به لحاظ تاریخی میشه دفتر سازمان برنامه در مرکز مدارک اسناد اون کارا رو در واقع چیه دید. سند چشمنداز گفتم با سلیقه یک فرد و یک حکومت نیست. گفتم حدود 4000 نفر سازمان برنامه و وزارت‌های دیگه نشستن از برنامه پنجم قبل از انقلاب کار کردن تا سال 1982 که آقا ما چمونه، با رو کجا دست بذاریم. ببینید جنبندی ها جنبندی که روی نقطه نیست، علل مختلف دارد، خیلی دلایل داره. زمان در واقع موقعی که این سند تصویب شد عده زیادی خیلی ابراز خوشحالی کردن و حتی به بهانه سند چشم‌انداز سکه گویا ضرب کردن که به یادگار بمونه. چجور میشه که اون موقع کسایی که اینقدر شعف و شور داشتن برای و خیلی هم از نظر سیاسی به شما نزدیک نبودن، یعنی به نوعی با رویکردهای شما متفاوت بود، چجوری شد که اونا اینقدر مشتاق شدن به سند و به شکلی که سند رو پذیرفتن و حتی مال خود کردن اما ادامه ندادن؟ فکر این چه اتفاقی افتاد در روال سند چشم‌انداز؟ ببینید دکتر میرزایی و هم خود من گفتیم حکرانی و حکروایی. در حکرانی و حکروایی بدنه هم خیلی اثر داره، یعنی بدنه میتونه مانع یک کاری بشه. من همین خواهم سوال شما جواب بدم. ببینید در حکرانی و حکروایی ما نداریم آقا اون طرف چی فکر میکنه، خط کیه. خوب گوش کنید، اصلا این بحث سند چشم‌انداز که میگم قانون
ببین هر کسی که میاد در هر کاری، مجلس، دولت و غیره، یه خطی بینشی دارد. بله. اما دیگه اون در رو صندلی دیگه اون دیگه اعتبار نداره، قانون اعتبار داره. نه خواستم بگم که اون که میگن بعدی اومدن مخالفت از طرف اینا، من خودم در صندلی که نشستم از اول مبتلان هیچ وقت نشد که مثلا به حزبی وابسته بشم یا نشسته حزبی داشته باشم یا حرف حزبی بزنم. ببین حرف اون صندلی ها باید بزنیم اینا رو، خیلی فرق هستش اینا رو. ببین عزیزم، ما تا که من رفتم خدمت آقای خودشون دیروزم خیلیشم میگشتم این پا یک صفحه رو پیدا کنم به شما بیارم برای سند تقدیم کنم. من یه پاورپوینتی تهیه کردم که حالا که این الزامات هست که ما چشم انداز داشته باشیم، مشارکت دهندگان چشم انداز کجاست؟ خدا را شاهد میگیرم دکتر میرزایی عزیز، مثل بازی فوتبال که میگه آقا جون فوروارد کجاست، بکوارد کجاست، در این چشم انداز آقا جون رئیس جمهور کجاست، دولت کجاست، مجلس کجاست، مجمع کجاست، شورای نگهبان کجاست، و این بده بسنه در واقع در بود. من یه دو ساعتی در واقع داشتم این سند، این نقشه را توضیح میدادم. سند چشم انداز یه سلیقه نبود که بگیم آقا جون یه سلیقه فلان نگاه بزن، نه، یه الزام بود برای کشور. ارزاق بودم که از برنامه پنجمه قبل از انقلاب بود تا در واقع سال 80 رو گفتیم آقا به خاطر الزامات در واقع باید کار شده. جناب آقای خامنه ای به من فرمودن که چشم انداز خوب همچی مثلا حدود 7-8 صفحه است، اتنا تا که بردیم شکر شده بودن چه می آجونم زیست مطلوب خانواده فلان. گفتیم که در این مشخصات قله رو میگیم، تو مشخصات قله که بد نمیگن که، ما راهنیم، هوا مثلا آلوده هست، میگه که بده قله تو چون هوا خیلی خوبه، میگه ما خانواده استحکام خانواده الان وضعش بده، میریم اونجا بهتر میشه، میگه محیط زیست یعنی بده اینجا بهتر. بنابراین رویه نوشتنی از حقوقی قانونی برنامه و علمی اثباتی مینویسیم، تا که داریم گفتیم حکمرانی خوب، خانواده خوب، جامعه خوب، نظم، تعهد، وجدان کاری، یعنی الان وضعمون زیاد چیه؟ خوب نیست. بعدن ایشون اینا که در واقع در آوردیم گفتم سندهای خوب گوش کنید چون ضبط میشه، سندها و اسناد محرمانه و سری قبل از انقلاب، بعد از انقلاب همه در واقع مطالعه شده به زبان برنامه، به زبان عادی. دنگا این فرصت، این تهدید، این ضعف، این قوت همه در اومده. بعدن اون در واقع هشت بنده در واقع چشم انداز در اومد، جناب آقای خاتمی نوشتند تو دولت مطرح شد، دولت هم باز پایین و بالا کرد اینها، نهاد آقای خاتمی رو نوشتند که مقام معظم رهبری این در واقع چشم اندازه. بعد ما خدمتی شونسته بودیم، ایشون نوشتند که آقای هاشم رفسنجانی در مجمع دست و کار بدین با قید فوریت، حتی که تعطیل هم هست چیز کنید کار کنید رو، اون در واقع کار شد. بعدن تا که ما رفتیم در مجمع آقای محسن رضایی میگفتن که بله ما خوشبختانه از چندین سال پیش چشم انداز رو کار کردیم، در واقع حالا هم دولت داد کمک ماها. جناب آقای خاتمی هم گفتن که تا کمک دولت کار کرده که، بعدن شما چرا نمی مصاحبه کنیم؟ گفتم بابا بذارین همه بگیم آجون همه چشم اندازی شدیم. من خودم خیلی خوشحال بودم که آقای رضایی و مجمع میگن آقا چشم انداز، چشم انداز کردن میکنن اینا رو. به هر حال هر بارم در هر جلسه‌ای که مجمع می‌رفتیم برای بندهای مختلفش، آقای محسن رضایی انتصاب می‌کرد به خودش و به مجمع، دست هیچ کاری نکردن. یه بار من به جناب آقای هاشمی گفتم که اگر شما مجمع کاری کرده بدن تو ما بشیم با کار خودمون تلفیق کنیم، ببینیم دست و کار که سریع‌تر کار جلو بره. آقای هاشمی گفتن که ما کاری نکردیم، که رئیس مجمع که صداش هم هست کنه کار نکردیم، اما دبیر مجمع بودن که ما چند سو بیش کار کردیم. خیلی جای خرسندی بود که الان همه میگن چشم انداز، چشم انداز. به هر حال تا که چشم انداز تصمیم شد بعدن ابلاغ کردن چشم انداز عزیزم در آخر آبان ماه دکتر میرزایی عزیز تصمیم شد، در آذر ماه بعدن حالا مسئله که من خودم نمیدونستم پشت پرده خودم نمیدونم، به مدت 10 روز تلویزیون پرچم ایران رو نشون میداد با یک متن موزیک خیلی مارشگونه که چشمانداز 20 ساله اینه، و شروع میکرد به خوندن که در واقع همه فکر میکردن که آقا ما الان رسیدیم. من به آقای دکتر لاریجانی میگفتم که ما برنامه هست به اینجا بریم،
بعدن دیدم که باز نوشتن به کل ائمه جمعه که در تمام نماز جمعه ها سن چشم از بگین. باز اگه شما رجوع بکنید دو هفته در نماز جمعه ها همه ائمه جمعه ها گفتن چشم انداز. من خودم خیلی خوشحال منو گرفته بود. بعدن به آقای خاتمی گفتم که خدا رو شکر که همه دارن میگن چشم انداز، یه منبر داریم دیگه، در واقع با یک همگرایی بیشتر کار میکنیم. نمیشه که بعدن دوباره چی میشد اینا رو. اینه که برای سه کم ضرب کردن خود یادگاری دادن و اینها، اما بعدن تاریخ و شما که نسل جوانتر هستین این سوال دارید که این سندی که این همه کارش رو کار کردن مکتوب و پاورپوینت یا در نشست برخواست بحث روش جدل شده، نگاهتم اینقدر همه امضا شده، پس چرا به جای رفت که دکتر میرزایی بعدن اون آثار رو در واقع مطرح کرد، پس چی شد فراموش کردن؟ یعنی در واقع اگر الان اون فیلم ها رو که تلویزیون پخش کرده، اون مصاحبه که پخش شده الان بیاریم، اصلا تاریخ به زده میشه که چرا مثلا اینجوری شد. من خودم بیش از همه به زده هستم. چرا؟ چون اگر مثلا دکتر میرزایی عزیز یه متن قشنگی نوشته بود، آورده بود، ما میخوندیم، همه میگفتیم به به و امضا میکردیم، اشکال نمیگرفت، بودم یه نفرشون اینا رو. اما این متن مال تاریخ مملکت بوده، همه کارشناسا کار کردن، اقتصادیش و فرهنگی بزن، اطلاعات کار کرده، کشور کار کرده، صنایع کار کرده، برنامه‌ش کار کرده، رو تک تک کلماتش بحث شده است. این بحث در واقع این همه که میگم کار شده بحث شده، اینه که میگن آقا از تکرار این مباحث آدم عقیده میگیره و از عقیده خودشون رو به اجرا در میاره. چرا ما عقیده نگرفته به اجرا در نوردیم؟ یه بحثی است که برای من خود من در واقع لاینحله، مگر حرفی که دکتر میرزایی اشاره کرد در یک نظام ایدئولوژیک، اون نظام ایدئولوژیک الان اینسان چشم انداز را تحلیل میکنه به نفع خودمه، بحبه میکنه، اون مسئله برپا میکنه، اما فردا در واقع صحنه که عوض میشه اون نظام ایدئولوژیکی ردش میکنه. خیلی ساده نیست تعابیر رو عوض کردن، چون تعابیر که عوض میشه، مفاهیم که عوض میشه، چهره ها و آدم ها هم عوض میشن بر اساس اون تعابیر. شما یه اشاره کردید به پیشرفت، توسعه تبدیل شد به پیشرفت، یا مثلا ما میگیم دولت رفاه، وقتی میگیم دولت رفاه ابزار و عناصرش و معرفت شناسیش و همش مشخصه. بحثی هم که آقای دکتر مطرح کردن که به اصطلاح جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، اینا تعابیریه که بالاخره چهره های خاص خودش رو میطلبه، احتمالا برنامه ریزی های خاص خودش رو میطلبه. اما در طیفی که در واقع بعد از حالا ما میگیم اصلاح طلبا که به یک نوعی همگرایی در نهایت بینشون وجود داره، چجوری میشه که در این طیف هم بالاخره بحث توسعه و پیشرفت هنوز به یک چیز مشخصی دست پیدا نکرده، یعنی به یه ثقل مشخصی، یه مفهوم مشخصی دست پیدا نکرده، هنوز اختلاف نظر وجود داره بینشون؟ آقای غلامی، ببینید آنچه که بازخوانی تاریخ 80 سال گذشته دست کم که مفهوم توسعه به یک مفهوم جهانگیر تبدیل شد در میابیم، اینه که در واقع از بعد از جنگ تولید انبوه اندیشه پیرامون توسعه شکل گرفته و دنیای بعد از جنگ معرکه اندیشه ورزی و اندیشه پردازی است. موضوعش هم عموماً توسعه مناطقی که بهشون گفتن توسعه نیافته، عقب مانده، غیر صنعتی. ولی به هر حال یک گفتگوی بسیار بسیار جدی در سطح جهانی در میگیره. برای اینکه این مفهوم توسعه یعنی چی؟ و اصلاً چرا توسعه؟ چه ابعادی داره؟ چگونه قابل تحققه؟ یه مثال، یکی از مقالات بسیار مهم توی تاریخ توسعه مقاله برای از آقای آرتور لوئیس که گفته میشه که از پر استنادترین مقالات تاریخ علمه، 1954 درست 10 سال بعد از جنگ دوم. البته از همون سال بعد از جنگ این اندیشه پردازی شروع شده تا به امروز. برگردیم باز عقبتر،
آقای دکتر ستاری‌فر اشاره کردن به انقلاب شکوهمند، که این انقلاب شکوهمند به عنوان یک تلاش بشری برای مقید کردن حکومت چگونه به شکل‌گیری تحولات اجتماعی و اقتصادی از جمله انقلاب صنعتی در انگلستان دامن زده. اما یادون باشه که 40 سال قبل از این انقلاب شکوهمند، 1620 تا 1640، نزدیک به 60,000 مقاله راجع به مسائل اقتصادی اجتماعی توی انگلیس فقط چاپ میشه در طول 20 سال، و اون مقالات امروز میکروفیلم شده، توی موزه نگهداری میشه. ببینید از کی داریم صحبت می‌کنیم؟ از 400 سال پیش، یعنی از تقریبا 150 سال قبل از، یا 200 سال قبل از انقلاب صنعتی. اما این طرف چی؟ واقعیت اینه که این طرف ما درگیر حکومت‌های غارتگر، خونریز و چپاولگرایی بودیم که تا قبل از رضاخان ادامه داشته، و حتی آمدن رضاخان به گونه‌ای برای استقرار نظام امنیت و پایان دادن به این تداول و جابجایی بی حساب و بی پایان قدرت‌ها بوده در ایران، قدرت‌های منطقه‌ای و پراکنده. آنچه که در ایران غایب بوده، گفتگو برای توسعه بوده، و متاسفانه توی این 50 سال اخیر هم با یک گسست جدی مواجه بودیم. من توی بخش قبلی هم عرض کردم این گسست رو در ابعاد مختلف، هم گسست افقی هم گسست عمودی میتونی ببینیم. هیچ اندیشه تداوم پیدا نکرده، هیچ گفتگوی مستمری بین اندیشه ورزان در هیچ دوره‌ای شکل نگرفته، و در واقع تمام رفتار ما در تغییر سیاسی دولت‌ها، حتی در یک نظام سیاسی مثل نظام جمهوری اسلامی، به انکار گذشته منجر شده، به پس زدن گذشته منجر شده، به حذف کامل دستاوردهای دولت‌ها که میشه گفت که انباشت دانش و تجربه بشری متعلق به این جامعه بوده منجر شده. و شاید تمایل برای واژه‌سازی، ابداع مفاهیم جدید بدون اینکه اینا معنا و مفهومی داشته باشه، چارچوب نظری و معرفتی و هستی شناختی اون مشخص باشه و الزامات و تضمنات اونها مشخص باشه، حتی مفهوم سازندگی، حتی مفهوم توسعه جامعه مدنی، حتی مفهوم و بعد هم مفهوم پیشرفت و تعالی که در دوری بعد مشخص شد، الان چه برداشتی از این مفاهیم داریم؟ هیچ کسی هیچ برداشتی نداره و مرز اینا رو نمی‌دونیم چیه. این واقعیتیه که چون به هر حال سازماندهی اجرایی و تقسیم کار و شکل‌گیری گفتمان بر اساس این مفاهیمه که ایجاد میشه، و وقتی که هیچ تصویر روشنی از این مفاهیم وجود نداره، طبیعی است که نمیتونیم در انتظار شکل‌گیری نظام‌های اجرایی متناسب با اونها باشیم، و عملا یک نوع سردرگمی، یک نوع اعوجاج در مفهوم و بعد در رفتار ما میشه گفت که توی این سال‌های گذشته وجود داشته، و هیچ وقت تلاشی هم یا صورت نگرفته یا حتی تلاش‌های اندک برای نقد این مفاهیم و گفتگو پیرامون اونها با بیمهری، با محدودسازی توی فضای مدنی اتفاق افتاده. مهمترین جایی که باید اینا گفتگو بشه رسانه هاست، دانشگاه هاست و احتمالاً توی نهادهای مدنیه. وقتی که اینا محدود میشن، سرکوب میشن و از گفتگو راجع به برخی از مفاهیم بنیادین منع میشن، طبیعی است که فضای نقد فراهم نمیشه و نمیشه راجع به اونها صحبت که بهش دستاوردی به اتفاق نمیفته. مفاهیم میان و بعد هم میرن، اما در یه دوره‌ای تمام روش‌های اجرایی، سیاست‌ها و سازماندهی دولت‌ها رو در بر می‌گیرن بدون اینکه ببینیم این چرا ایجاد شد و چرا رفت، چگونه ایجاد شد، مبناش چی بود. واقعیت راجع به اینم همینه، تا امروز هیچ گفتگوی فراگیری شکل نگرفته که آیا توسعه اساساً مفهوم یا
وضعیت مطلوب جامعه ما هست یا نیست؟ آیا مفهوم توسعه اون وضعیت مطلوبی که ما در آینده جستجو میکنیم و در طلب اون بودیم رو پوشش میده یا نمیده؟ اگر نمیده مفهوم جایگزینش چیه؟ اون مفهوم جایگزینش چه ویژگی هایی داره؟ چه شاخص ها و معیار هایی داره؟ خب در غیاب این گفتگوها طبیعی است که هر کسی از راه میرسه و با سلیقه و پسند خودش، با ذهنیت خودش مفاهیم جدیدی رو وارد میکنه و بعد از این مدت که این عزمه میره، برای اینکه هیچ پشتوانه علمی و نظری نداره. یعنی آدما میان با کلامشون و با شیرین کاریاشون. واقعیت اینه که بخش بزرگی از تاریخ سیاستگذاری و رفتارهای اجرایی مدیران ما رو شیرینکاری‌های مدیران، شیرینکاری‌هایی که هیچ مبنایی نداشته، نه پایه‌ای در تجربه بشری داشته، نه پایه‌ای در دانش بشری داشته، و یه کسی اومده بر اساس ذهنیت خودش یه رفتارهایی رو بنیان گذاشته و رفته، و بعد جالبه که بدون اینکه نقد ارزیابی بشه هر جای دیگه هم که میره از اونها با یه حس نوستالژیکی از اون شیرینکاری‌ها یاد می‌کنه. میگه من وقتی که من وزیر بودم، وقتی که استاندار بودم، وقتی که شهردار بودم این کار رو کردم. خب این کار رو بر چه اساسی انجام دادی؟ این اعوجاج و این اختشاش نظری و اجرایی یه واقعیت مهمیه که متاسفانه امکان دستیابی توسعه رو همیشه از بین برده. یعنی آدم ها اومدن، عرض کردم، با ذهنیت های محدودشون، با مفاهیمی که خودشون رو بردن و با شیرینکاری های رفتاری که داشتن. این نکات باز مهمی رو مطرح کردن. ما در عرصه علم و دانش اون چیز که دکتر حجت گفت بدن در واقع داریم، اونم خوبم هست، اشکالی نداره. اما اون چی که الانشون اشکال دارد میگیره اینه که در صندلی اجرا نمیشه در واقع من بیام همیشه قبل بزنم دور. در واقع الان که من نشستم حال من در همتنیدگی با گذشته است و کاری که میکنم در هم دیگه با آینده داده نور. بنابراین نکته مهمی که گفتن اینه که یکی از دردها و مشکلاتی که ما داریم دائم داریم در واقع حافظه تو کنیم بیرون، مثلا از اون چشم انداز، مثلا این برنامه با بر قبلی. اما این نکته مهمی که گفتن خیلی سخت بود به من. خیلی دوستانم اشکال میگرفتن که تو چرا داری در چشم انداز داری از قوانین دیگه در واقع تکرار میکنی. بعد آقای خاتمی من تذکر دادن، حالا دوستان خودم آقای دوتا شرکا و اینها، من در جمع گفتم که یک قانون توی مکه تصویب بشه چقدر هزینه داره، چقدر وقت من میکرده گرفته. خیلی ظلمه که من داری این قانون بردارم رو عوض کنم. بنابراین برای اولین بار در تاریخ 70 ساله یا 75 ساله از اون تا الان تنها سند که از برنامه قانون چهارمه بودیم آقا این قانون برنامه سوم این هنوز معتبره، تکرار میشه. حدود 100 تا قانون های از برنامه سوم تکرار شد برای اولین بار. بعد من در دولت که داشتم از دستور کار بود آقای مهندس زنگنه گفتن که این برنامه چهارم خیلی قطوره. بعد من دستم بلند کردم گفتم که جناب آقای خاتمی چون سند چشم هست تهیه شدیم دیگه در واقع برنامه های بعدی خیلی چند برگ است. این برنامه چهارم که الان قطوره، هر آنچه که قانون پیاده شد دیگه به درد نمیخورد، میاد کنار. مسئله جدیم هم چه قانون جدیم شد تو یه صفحه دو صفحه. بعد این چیزی که باز بریم قانون بنویسیم. بعدا به من گفتن تو چرا 110 تا قانون برنامه سوم رو تکرار کردی؟ در من کاز یک کاماشا عوض کنم دوباره تو دولت، کمشا دولت، همه میخواد داشته اینا رو. اینه که در واقع تر اینجا یه اولین آزمونی بود که حافظه در واقع تاریخی نظام برنامه ریزی و نظام حکرانی آنچه که معتبره تکرار بشده اینا رو. اگر اینجوری بود عزیزم مثلا برنامه الان هفتم یه صفحه دو صفحه بیشتر نبود. هر آنچه که در قانون قبلی معتبره میباز اجرا بشود، هرچی مسئله جدیده بخوزه در واقع چه هست. من اشاره داشتم به این که گفتم که سند چشمنداز در واقع بیانی بود که چیه رهبران مملکت بگن که ما هستیم، ما در واقع پارادایم شیفتم داریم، میخوایم محکم بریم به قله برسم زعفران رو. بعدن
شما اشاره داشتیم ده سال برنامه ششم مجلس ششم بعد از آقای خاتمی، من باز میخوام اسم نبر از عملم اسلام اینا رو بگم، دولت ده سال 82 عزیزم ماها حالا دکتر حجت هم کار کردن بگه اینا رشد اقتصادی حدود 3 سال بالا 8% داشته. بعدا تو مطبوعات توی صحباتی تو جامعه بود فضای کسب با کار میگفتن فردمون بهتره، یعنی در واقع همه گفتن آقا جون فردمون یا مثل امروزه یا بهتره، کسی نمیگه آقا جون فردم از اون بدتره. اینها رو ما در یه دستاورده داشتیم، این دستاوردها بعدا گفتن آقا مال این حزب مال اون گفت میگه از من نه مال جامعه ایرانی هست، تا که ما دو تا میگیم رشد اقتصادی مال جامعه ایرانه. عزیزم ما این رشد اقتصادی بالا، این ثبات اقتصاد اجتماعی که بود و با شاخصه که بود در واقع شد سال مبنا. چون من آقای دانش جعفری یکی از دوستان مشترک من دو تا میزایی بعدم گفتم که این رشد اقتصادی 8% که تو برنامه تکرار میشه این آرمانی بوده. من همون موقع تو روزنامه شرق اون موقع نوشتم که این آرمانی نبود، این 3 سال پشت سر هم ما بالا 8% داشتیم، مدل اقتصادی نبود که طبق این بریم جلو. بعدا گفتن چرا؟ به رهبری و سران قوا بودن این حرف زدن. این حرف برای محاکمه نظام حکمرانی ما خیلی در دل خوش حرف داد. نارا در این 3 سال رهبران مملکت کمتر با هم دعوا کردند، یکمی هم گراتر بودن. آقای دکتر آقای یزدی خدا بیامرز که قوه قضاییه بود خیلی هم تند بود رفتن که آقا شاهرود اومده بدن رو کار، آقای هاشمی مجمع بودن، آقای کروبی مجلس بودن، آقای خاتمی دولت بودن. از همه مهمتر سازمان برنامه‌ام دائما این کار کارشوس که می‌کرد اینا سرگرم کرده بود، گوش رو میز که آقا راجع به اینا فکر بکنه. عزیزم چون رهبران مملکت با هم دیگه کار حرف بشه اقتصادی شما می‌زدن و دعوا سیاسی و حزبی و گروهی ما نکردیم، ما در واقع رشد اقتصادی 8 داشتیم، فضای کسب و کارمون خوب بود، بدنم طلاق و اینا کمتر بود، اضافه بیشتر بود، درآمدمون درآمد در واقع واقعی افراد و کار یادش بهتر میشد. اینها رو که گفتیم تازه خوب گوش کنین، این خوبیه که داریم میگیم، این که نه فضای رسانه آزاد بود و جامعه ثبات داشت و اروپا اومده بود به در واقع به طرف تعامل هرچه بیشتر با ایران، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه اینها، و آقای خاتمی رفته بود فرانسه، آقای ژیسکار دستن با طبق سنت خوشمون بالا پله باشه اونم پایین پله ها، یعنی هم رأی مردم و مشارکت مردم بود، یعنی در واقع نشون میداد که یک تعلق خاطری بین جامعه و دولت و حکمرانی برپا شده. اینها رو عزیزم اینا خوبیا که من دارم میگم، گفتیم آقا ما باید از این بهتر بشویم، بعد گفتیم ما خیلی توان داریم که از این بهتر بشویم، حالا گفتیم که اگر ما مثل همین وضع بریم جلو بعد 20 سال میرسیم به نفر کشور اول، اما اگه بهتر کار کنیم بعد 10 سال میرسیم به ظرف نیار. الان من در سال 1402 تمام شاخص هایی که در واقع در سن چشم انداز هست، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانش را سن چه بگی؟ هرچی بگیرین شما احساس ما پس رفت داشتیم، خیلی شوکه میشیم، میگید شما که سن چشم از تهیه کردین، همه رهبران مملکت توش نشستن، امضا کردن، دلار هم که وضعش خیلی خوب شد، یعنی در حدود 1400-500 میلیارد دلار از زمان چشم از الان ما دلار داشت و زفر دارا. پس چرا در تمام این حال پس رفت داشتیم؟ من اون که گفتم که به خدمت شما اون روز تو خونم گفتم که من اگر اینجوری میدونستم به روی کارشناس ها سن چشم از برای بدی ها مینوشتم که ما در واقع به بدی ها رسیدیم، گویا انگار ما عادت کردیم حافظ تاریخمون کهشون اشاره کردن خوب بنویسیم بعد برویم. من اصلا شوکه هستم که این همه کار 4-5 سال کار شده، حافظ تاریخی بوده، کل رهبران مملکت، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، نمیدونم قوه قضاییه، آقای هاشمی، مجلس ششم، کمیسیون ها همه درگیر بشن، یعنی همه خیلی عجیب غریبا همه درگیرشن، یک آشی بپزن به اسم سن چشم انداز که این آش به مردم آجون اگر بخورین به قله ها میرسین. حالا در واقع چیه؟ چرا ما در واقع این پس رفت داشتیم و چرا شاخص های ما در سال 1402
در همه ابعاد، در همه ابعاد، اقتصادی، اجتماعی، فضای کسب و کار، امنیتی، غیر زرفا ما پسرفت داشتیم. اونم چیه؟ با دلارهایی که اصلا فکر نمی کردیم. یعنی در واقع ما فکر میکنیم که مثلا در هر سالی ما بتونیم 20 میلیارد دلار داشته باشیم. دکتر حجت گفت چیه؟ گفت مثلا در زمان آقای احمد نژاد من تو 8 سال 850 میلیارد دلار به دست آوردم. ببخشید آقای دکتر، فکر میکنید که اگر در مقاله دیگه فکر میکنم آخر سال آخرم، اگه شما نکته دارید بفرمایید که من سال آخر از دکتر بپرسم. نه آقای دکتر، فکر میکنید چقدر امکان این داره که سند چشم‌انداز احیا بشه، یا اصلا ضرورتی داره احیا بشه، یا اصلا امکان احیاش وجود داره که الان زمانی هم دیگه نمونده؟ حالا برای آینده میگم، اگه قرار باشه برای آینده برنامه ریزی صورت بگیره، آیا سند چشم‌انداز هنوز این پتانسیل رو داره که بتونه برنامه ریزی برای آینده هم محسوب بشه یا نه؟ ببین عزیزم، اون چه که مهمه حقیقت دارد روی میز زمانه. ما در واقع زمان از دست دادیم رفت. بنابراین چه حکم خدا باشد، چه حکم انسان باشد، این از دست دادیم رفت. اما سوال شما رو میتونم جواب بدم که آیا سند چشم‌انداز در واقع متکی بر حقایق و واقعیت‌هایی بوده یا نه؟ بگم بله بوده. چرا؟ چون این سند اصلا تاریخی بوده، اومده حدود از زمان برنامه پنجم زمان شاتر آن کاستی ها، ضعف ها، قوت ها و فرصت ها را در آورده و در واقع گفته نظام حکمرانی ما کجه، باید راست و راست قوت ها کار رو باید اثر بخش بشه. اینا رو الان چون شاخص ها بدتر شده، بنابراین حقایقی که اون اشاره داره بهش همینجا پررنگ تر شده است. اما اگر در واقع بخواهم میگیم خب پس همون رو باید اجرا بکنیم، میگیم نه، این بار در واقع چیه؟ چون زمان خیلی بیرحمه، باید در واقع بگیم که باید صریح‌تر و روشن‌تر بگیم آقا این سند بوده، چرا این سند که مشارکتی بوده، همه جانبه بوده، کشور به اینجا رسونده، در چی بوده اینا رو؟ در زمان سال 1882 ما چرخه‌ای که داشتیم، چرخه دولت ملت و نهاد مدنی بهتر داشت کار میکرد نسبت به قبلش. من چون دم قبلیم نسبت به الان که خیلی خیلی آلتر کنیم داره. ما عزیزم پشت پرده یه زایش قدرتی داشتیم به اسم دولت پنهان. چشم‌انداز دنبال این بود که چرخه جامعه و دولت را قوی بکنه، بگه که حکمرانی قوی با بسترسازی کارهایی که میکنید، کالای عمومی که دوست، امنیت و دفاع و فضای کسب و کار و آموزش بهداشت، اینا جامعه رو قوی میکنید. جامعه قوی هم دائم مطالباتی از حکمرانی قوی تر داد. نارو سند چشم‌انداز بین این دو تا حرف میزند. اما بعد از چشم‌انداز به جای این چرخه دو وجهی سه وجهی شکل گرفت. دولت ضعیف، جامعه ضعیف، قدرت پنهان قوی. این قدر پنهان قوی که بحث رانت ها در واقع کارهای مافیایی و سلطه‌گری بود، این بود که در واقع جامعه را با این همه ارز و امکانات و این اصل قانون و حقوق ضعف اینا به 1402 رسونده است. اینه که اگر شما میفرمایید که با چشم از چی کار کرد، میگم که برگردیم به عقب، با بیشتر راجع به دولت پنهان حرف بزنیم. ببینین سند چشم‌انداز در واقع مال نظامی است که اون نظام بگه که من از نظم لرزان و پایه و بالغ بالاتر هستم، رسیدم به نظم دوران گذار. دور خیلی مهمه این کلمه، نه گذار. شما این پرسیدین دوران گذار کدومه؟ که کل حاکمیت اگر ما من بعد از امروز از 82 به این طرف ما میخوام حکمرانی قانونی داشته باشیم، رول بایلا، هممون یه قانون کار بکنیم. دو، تمام نهادهای اقتصادی شما، فرهنگی، نهاد مدنی رو ثبات بدیم، امنیت بدیم. روزنامه رو امنیت بدیم. صدای نشر اطلاعات رو امنیت بدیم از افراد داره. این دوم میشه. سوم، همه جانبه کاری میکنیم که عرصه‌های اقتصاد اجتماعی بر روی نظامیان امنیتی رو بسته بشه. چون شما وقتی تو محدود هستید، عزیزم من میخواستم به خاطر در واقع اشاره جلسات بعد، در واقع من
حدود 1000 خورده صفحه سند بوده در رابطه با محیط زیست، آب، خانواده، طلاق، ازدواج، اطلاعات، امنیتی ها، نم قطع زنجیره‌ای، نم اقتصاد، کشاورزی، صنعت، معدن، نمیدونم خلیج فارس، سیستان، در هر چی که شما فکر بکنید، گفتم توصیه نرفته که علل مختلف دارد، این علل را در آوردیم، واقعیش را توی این قبل و از انقلاب چی بوده؟ در گزارش تهیه شده، 20 گزارش تقدیم شد به مجمع تشکیل مصلحت، به مجلس، به دولت، به مقام رهبری که دلایل اینه. ببینید من را صدا زدن، گفتن که چرا در واقع شما گفتین که اسم مالازیا نمیدونم تایلند اینا رو به کار گرفتین چون کیهان یه چیز نوشته بود علیه ماها اینا رو. من رفتم خواهش کردم که ما کسی سیاسی نیستیم. ببین من ایشون میدونه من سیاسی هم. اما هیچ وقت در صندلی خودم فانکشن سیاسی نداشتم. من بعد این من کارشناسم میارم بدم به خود شما بدم ابلاغ نظر اینا رو. ما داریم میگیم دولت ها چی کار میکنن، کره چی کار میکنه، مالزی چی کار میکنه، آینده داره چی تکنولوژی چی کار میکنه، موجزیز با چی کار میکنه اینا رو داریم با نگاه آینده چون گفتم که چشم از یعنی چیه آینده بهز آوردن همه عزیزم متغیرها در واقع ما آوردیم که آقا اینا گذشته چی بوده، حالا چیه، فردا چیه. همه با تعجب بعدم با باور خواسته برستن و اینا امضا کردن که اون روز بدون امضا رو بدونش ندم. من عزیزم میخواستم چون الان وقت نیست اینجا آقای دکتر میرزای عزیز برنامه چشم انداز تهیه شد بر اساس چشم انداز سیاست کلی برنامه را چیز کردیم که دادیم به مجمع تشکیل مصلحت، یعنی دادیم رهبری راه به مجمع تشکیل مصلحت. در اونجا ما حضور می داشتیم در اونجا بعدن داشت طول میکشید چون مجلس هم میخواست به بودجه برسه بعدم تعطیل میشد از اون فنا. من به آقای خاتمی گفتم که اگر اجازه بدین برنامه 4 رو ما بزنم دست کار دولت، ایشون موافقت کرد. من یه نامه نوشتم به وزرا و آقای خاتمی که نامش هم دارم بعدم بدون اگه خواستین بعدن کار سنسازی خواستین که بدون میدم که این برنامه 4 دست کار بر اساس این چشم انداز که رهبر امضا کرده ابلاغ کرده و بر اساس سیاست کلی که ما دادیم. بعدی هست که اگر این سیاست کلی یا رهبر یه دستکاری کرد باید این برنامه 4 رو من در واقع تغییر پیدا کنه. رو آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردم، به نظرم مگه بشه کوتاه در موردش صحبت کنید. اینکه فکر کنم به بحث‌های شما خیلی ربط داره، اینکه یه قدرت پنهانی به وجود اومد که اون موقع هنوز توانمند نشده بود، الان در مرحله توانمندی این قدرت پنهان، آیا فکر میکنید دیگه شکلی از برنامه ریزی وجود خواهد داشتون؟ همواره قدرت‌های پنهان در یک آشوب میتونن به خواستهای خودشون برسن، در یک ناامنی میتونن به خواستهای خودشون برسن. آیا فکر میکنید برنامه ریزی بشه برای کشور کرد یا نه واقعا با قدرت گرفتن این قدرت پنهان؟ به نظر من با همه مختصاتی که الان ما باش مواجهیم الان برنامه ریزی به معنی متعارفش بی‌معناست. من در آستانه برنامه هفتم هم همینو گفتم که این برنامه چیکار میخواد بکنه؟ اگر میخواد سیاست‌های روتین رو اجرا بکنه یا فهرستی از سیاست‌ها رو بیاره که در گذشته هم نشون دادن که عملاً هیچ سیاستی قابل اجرا نیست. برای اینکه ببینید برنامه‌ریزی در یه شرایط متعارف اتفاق میفته، یعنی شرایطی که یک نهاد سیاسی مستقر وجود داره، تقسیم کاری شکل گرفته و این برنامه بر مبنای یک اندیشه نظری ایجاد میشه. اما هیچ کدوم از اینا الان وجود نداره. به تعبیر بسیار از اقتصاددانان ما در مرحله پیشا اقتصادیم. به تعبیر خیلی از سیاست استادان سیاست ما در مرحله پیشا سیاستیم و به تعبیر خیلی از صاحب نظران حقوق و در مرحله پیشا حقوق هستیم. یعنی نه یک در واقع چارچوب سیاسی متعارفی که قابلیت ارزیابی داشته باشه وجود داره و نه سازمان اقتصاد سازمان متعارفی است و نه نظام حقوقی الان کار میکنه معنی متعارفش. سند چشمنداز باعث شد عمل کردش که من برم به پیشا اقتصاد به پیش سیاست. چون این شرایطی اساساً برنامه‌ریزی هیچ موضوعیتی نداره. فقط یک مصرف داره برای اینکه بگم ما هستیم.
ما برنامه می‌نویسیم. همچنان که توی برنامه هفتم دیدیم آنچه که به عنوان سند پیشنویس برنامه آماده شد توی سه هفته توسط رئیس جدید سازمان برنامه نوشته شد. 300 صفحه رو توی سه هفته نوشتن و دادن. این برای گذران امور خوبه، اما دستاوردی به اسم توسعه نمیشه برای اون انتظار کشید. ما بنا بود که در واقع تو چشم انداز نرخ بیکاریمون بشه مثلا یک رقمی 7%. من الان حدود پوزیشن بهتر از من 15-16 میلیون نفر دارم، 4-5 میلیون بیکارن، 7-8 میلیون نفر دیگه در کار نامناسبن. مثلا طرف آیتی فوق لیسانس خونده، نگهبان پارکینگه. در واقع من آیا اصلا چشم از میخواستین نیروی کارا که از دوان سرانه میکرد این چینه باشه اینها را؟ من در واقع فضای کسب و کارم دست الان تو سال 97 که الان هم از 97 تا الان دائم من نزول کردم. در سال 97 تو 140 کشور که بوده من 119 بودم. من باید نکنه مثلا جزء 10 تا اول باید می بودم اینها را. من در زمان چشم‌انداز به قیمت دلار اون موقع بانک جهانی جی دی پی ما را 530 میلیارد دلار گفته، عربستان را 580 تا گفته، ترکیه را نزدیک 600 تا گفته. من باید الان اول می شدم از اون کشور را میزدم جلو. حالا چون دلار تغییر کرده، دکتر میرزایی عزیز اگه من اشتباه کردم بخون، ببینید عربستان سعودی الان سال گذشته 1100 تاست، ترکیه 1000 تاست، امارات 500 میلیونه، اسرائیل 550 تاست، من 368 شدم. یعنی من در واقع شدم 7-8 که دنیا شدم رو. من در واقع چیه؟ برای که من کار رقابتی بکنم، شفاف باشم، اون حکر رو کهشون گفتن تو شفافی تر رقابت و آزادی بست همه جانبه رو شد رو. من در واقع نهادهای در واقع غیر فراگیر و انحصاری و رانتی دارم که اون دوتا پنهانه میخواد. و در واقع یکی از ضربه های جدی که من خوردم دولت پنهان هرچی روش کرد دولت رسمی را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. این که الان این دولت ضعیفه باید از این بگم خارج، نه با آدماش بیام بیرون. در واقع چیه نهاد دولت رسمی در واقع چیه ضعیف اینا رو ببینین. در رابطه با در سند چشم‌انداز صدای رسای اقوام، ادیان، زنان و جوانان در عرصه ها بود اینا رو. الان در واقع چیه نیست. من میخواستم بگم که اینا رو بخونم که میگن فکر کنم وقت نیست. بله نه خواستم براتون کار کردن که هستن که شاخص هم در آوردن دار انشاءالله یه باشد بازی چرسن دیگه. ببخشید آقای دکتر میرزایی، آقای دکتر ستاری، خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون، خیلی که وقت گذاشتید واقعا. مرسی، قربان شما.